خواهم با شما درباره یک موضوع تاریخی صحبت کنم که فکر میکنم شاید برای بیشتر بینندگان ما شاید تازگی داشته باشه یا دارای ارزش ویژه‌ای باشه از نقطه نظر اینکه با زندگی روزانه ما این پدیده تاریخی ارتباط پیدا میکنه. اما پیش از اون به دو پرسش آمده از سوی چند نفر از بینندگان گرامی میخوام پاسخ بدم. یکی از اونها که چند بار از سوی شاید 3 یا 4 نفر از من از راه ایمیل پرسیده شده و یک بار هم در یک گفتگوی دیداری این موضوع رو در اروپایی که از دوستان با من عنوان کرد، یکی از علاقمندان این برنامه، در مورد برخورد به با اینکه به این پرداختم باز هم میپردازم، در مورد برخورد به کالبدی است که به نام جنازه رضا شاه شناخته شده. خب بینندگانی که با دیدگاه های من آشنا هستند میدانند که من از شمار منتقدان مثبت، منتقدان واقع بین نسبت به دوران پهلوی هستم، هم به دوران رضا شاه و هم به دوران محمد رضا شاه. از شمار کسانی نیستم که همه چیز رو یک سر بد میدانند و یا همه چیز رو یک سر خوب، ولی بسیاری از کارهایی که در اون دوران به ویژه در دوره رضا شاه انجام شده رو کارهای نیکی میدانم، ولی به ویژه فساد و خودکامگی رو نمیپذیرم و بر این باور هستم که ضربه بزرگی این رفتار به دوران و به ارزش‌های انقلاب مشروطه زد و زمینه رو برای خودکامگی‌های بزرگ پس از اون هم فراهم ساخت. از اونجایی که با دیدگاه های من بسیاری از شما آشنا هستید، این است که برخی از من پرسیدند که دیدگاه من یا برخورد من نسبت به این موضوع جنازه رضا شاه چیست. میدانید که رضا شاه رو به طور موقت پس از اینکه در جزیره موریس درگذشت، در مصر مومیایی کرده بودند و به خاک سپرده بودند و یا به حال نگه داشته بودند به طور امانتی، و سپس در دوران محمد رضا شاه در دهه 20 چند نفر از بزرگان ایران اون زمان به قاهره رفتند و رضا شاه رو، کالبد رضا شاه رو به ایران آوردند و ماجرایی به پا شد در اون هنگام، چون نخست او رو به قم برده بودند که برخی از روحانیان بنا بود که نماز بخوانند بر این مرده، بر پایه بر این جنازه، بر پایه باورهای دینی. فدایان اسلام حتی کلاس درس آیت الله بروجردی رو به هم ریختن بابت این موضوع و بلوایی شد در قوم و همین موضوع پایه‌ای شد که سپس بروجردی دستور داد که فدایان اسلام رو از قوم بیرون کردند و گویا چند نفر از اونها رو حتی مجروح کرده بودند و دستور داد حقوق دستمزد طلابی رو که ماهانه طلابی رو که طرفداری کرده بودند از این ماجرا، اونها رو هم قطع کنند. از پیش هم آرامگاه رضا شاه در شهر ری، شاه عبدالعظیم، آماده شده بود. بنا نبود در قم او رو به گور بسپارند، بلکه بنا بود که او رو به شهر ری بیاورند و در همونجا هم به خاک سپرده شد و آرامگاهی هم برای او ساخته بودند یا بر روی آرامگاه بزرگتری درست شد و مان تا انقلاب 57 شد و ماجرایی است که در بسیاری از شما پیکره های اون رو در روزنامه ها دیدید و شاید این روزها در تلویزیون ها هم دیده باشید که آقای خلخالی در پیشاپیش گروهی از به داوری من اوباش رفتن و خود ایشان کلنگی در دست گرفتند و سنگ مزار او رو ویران کردند و سپس بله این پیکره است که میبینید و ببینید با چه شادی دارن به این کار میپردازن و سپس آتش زدن اونجا رو، یعنی و بولدوزر آوردن و ویران کردند و بر روی کار بسیار بسیار زشت، جنایتکارانه به یک معنا، برای اینکه خب شما به چه دلیل دست به شیراز هم میدانید که خانه‌ای که معروف بود به خانه سید علی محمد باب، اون رو هم ویران کردن و خیلی کارهای دیگری که در اون دوران انجام شد و آقای
خلخالی یکی از پیشگامان این کار بود. ولی خود جنازه رضا شاه رو نیافتند و گویا در این حفاری های تازه، در این خاکبرداری های تازه، کالبدی پیدا شده که این مشخصاتش نشان میدهد که از آن رضا شاه هستش. پرسش این است که چه باید کرد؟ به داوری من باید او رو با احترام تمام در همون جا به خاک بسپارند و اگر در اونجا هم به خاک نمیسپارند، در یک جای درستی پسندیده‌ای برای پادشاه او رو به خاک بسپارند. نخستین پادشاه دوره پهلوی است. با هر دیدگاهی که شما داشته باشید، این رفتار با کالبد یک بر روی رئیس کشور، پادشاه کشور، نادرست. و حتی از یک دیدگاه دینی هم، اونهایی که دین باور هستند، از دیدگاه دینی هم این کار نادرسته. بر روی برخورد به تاریخ در راستای اندیشه هاست، بلکه ویرانی ساختارها و ساختمان ها نیست. و این یکی از زشتی های تاریخ ماست که هر دوری هر کس آمده تا استخوان شاهان گذشته رو یافته و از میان برده، آرامگاه ها رو از بین بردند. و در یک گفتگوی با آقای مهری در برنامه برگی از تاریخ هم به این اشاره کرده بودم که ما اصلا آرامگاه های شاهان رو در ایران نمیدانیم کجا هستند. جز آرامگاه نادر بیشتر آرامگاه ها واقعی نیستند، یا اگر هم آرامگاهی باشد بیرون از خاک ایران است، در نجف است. اونهایی که بردن به جنازه اونها رو بردن به عتبات، در اونجا به خاک سپردن، مانند چند تن از شاهان قاجار، از جمله هم احمد شاه و هم محمد علی شاه و فکر میکنم ناصر الدین شاه و مظفر الدین شاه هم اینها در نجف به خاک سپرده شدند. و این آرامگاه ها خب در امنیت هستند، چون دست حکومت های تازه به اونها نرسیده که اونها رو ویران کنند. یعنی دست حکومت پهلوی به آرامگاه شاهان قاجار نرسیده که اگر میرسید و در ایران بود، شاید همین بلایی که خلخالی بر سر آرامگاه رضا شاه آورده بود، شاید اونها هم به آرامگاه احمد شاه یا آرامگاه دیگر شاهان قاجار انجام میدادند. نمیدانم، ولی از نوع رفتار میتوان حدس زد که چنین کاری رو میکردند. و این در تاریخ ما پدیده بسیار دردناکی است. بارها اشاره کردم که در نوشتارهای تاریخی دوران پس از 28 مرداد نخست وزیری به نام مصدق وجود نداشت. نخست وزیری در ایران از علاب زاهدی میرسید. این دوره 27 ماه رو پاک کرده بودند. حتی در ساختمان نخست وزیری، در پیکره هایی که میگذاشتند که نخست وزیران رو ردیف میکردند، پیکره ای از مصدق به چشم نمیخورد. این کار رو در دوران کنونی هم کردند. در بازچاپ دارالمعارف پوزش میخوام لغتنامه ده خدا، واژه پهلوی رو تنها در مورد زبان پهلوی و یا چیزهایی از این دست به کار بردن، سلسله پهلوی رو حذف کردن از لغتنامه ده خدا. اصلا وجود نداره. این دولت 57 سال در ایران پدر و پسر پادشاهی کردند و این دولت پهلوی در تاریخ ما گویا وجود نداشته، در لغتنامه ده خدا نیست. این نشانی از فقدان اطمینان به خوده. یعنی کسانی که به توانایی های دولت خود باور دارند، به پایدار ماندن خود باور دارند، به ویران کردن گذشته و بازسازی گذشته و دروغ پردازی در مورد گذشته نمی پردازند. بر روی گویا سرنوشت مردم بخت برگشته ما در این است که هر چند دوره یک بار با یک چنین نوع ویرانگری روبرو بشوند. این است که پاسخ من خیلی روشن است. پاسخ من این است که باید با احترام تمام نسبت به این کالبد به دست آمده، اون که از زیر زمین به هر حال بیرون آمده که به نظر می آید که از آن رضا شاه باشد، با احترام تمام رفتار کرد و او رو بار دیگر به خاک سپرد. پرسشی هم در این باره نباید باشه. بررسی تاریخ رو باید در برخوردهای گفتاری و نوشتاری انجام داد و
نه با کینه و دشمنی با آن چیزهایی که باقی مانده. چند تن دیگر هم در این باره اشاره کردند در نوشتارها و گفتارهای خودشون که ما در سده بیستم یک پدیده تازه‌ای از سوی جامعه شناسان به ما معرفی شد به نام سرمایه نمادی. من نمیگویم، چون یکی از نویسندگان اشاره کرده، یکی از نظریه پردازان، که این جنازه و یا این آرامگاه هم بخشی از سرمایه نمادین است. نمیدانم تا چه اندازه درست باشه، ولی به هر روی سرمایه نمادین که روی هم رفته در گفتمان روشنفکری، گفتمان نظریه پردازی و جامعه شناختی پدیده تازه است، بیشتر مربوط می شود به دوران مدرنی که دوران در واقع تازه تر مدرن بشری است، سده بیستم، که بسیاری به این نتیجه رسیدن که بخشی از ارزش و دارایی یک جامعه نه تنها در قدرت اقتصادی و توانایی های مثلا سیاسی و نظامی، بلکه در این سرمایه انباشته شده تاریخی است که به اون سرمایه نمادین میگویند. در جنگ جهانی دوم این سرمایه نمادین خیلی اهمیت پیدا کرد، یعنی دشمنان دو سوی جنگ پذیرفتند که پاریس رو بمباران نکنند، نه آلمان ها در هنگام حمله به پاریس ویرانی، یعنی بخش های از پاریس رو ویران کردند، تاراج کردند، ویران نکردند، و نه متفقین در دورانی که آلمان ها در پاریس بودند پاریس رو بمباران کردند. یک رشته تفاهم هایی بود برای حفظ این نوع سرمایه های نمادی، ساختمان ها، تاریخ. خب این رو در مورد آلمان به کار نبردند و آلمان ها هم در مورد بریتانیا به کار نبردند. این ساختمان های تاریخی مثلا در کشور ما تخت جمشید، آرامگاهی که به آرامگاه کوروش شناخته شده، حالا تا چه اندازه درست باشه نمیدانی، ولی به هر روی پاسارگاد و تازه تر حتی آلی قاپو، یا حتی تازه تر ساختمان هایی که از دوران قاجار باقی مانده، اینها بخشی همراه با فرش های کهن ایران، همراه با شاهنامه هایی که به جای مانده، بسیاری چیزهایی از این دست که نمیتوان بر اونها بهایی گذاشت، اینها بخشی از سرمایه نمادین کشورند و ما در تاریخمون از این نوع ویرانگری ها خیلی کردیم. در این نوع رفتارهایی که در تاریخ بوده، هر گونه سرمایه نمادینی که در کشور وجود داشته رو خواستیم ویران کنیم. و این سرمایه های نمادین تنها ساختمان نیست، شخصیت های تاریخی است، سرایندگان است، آدم های برجسته تاریخ. هر کشوری هر چی بیشتر از این سرمایه های نمادین داشته باشه، یعنی فرهنگ تواناتری داشته، یعنی تاریخ بسیار برجسته تری داشته. برخی خب می آیند و در دوران تازه کارهایی رو انجام می دهند که خودشون رو به سرمایه نمادینی که نداشتند مربوط کنند. خوشبختانه ما این سرمایه رو داریم و من اگرچه تا حدودی این رو گزافه می بینم که بگوییم مثلا آرامگاه این پادشاه یا اون پادشاه نمونه های برجسته سرمایه نمادین ماست، ولی به هر روی بخشی از این سرمایه است و باید اون رو حفظ کرد. من با هیچ گونه از این نوع ویرانگری ها موافق نیستم. فکر نمی کنم فردا که دولت فردایی که دولت دینی در ایران به پایان برسد، باید کلنگ در دست گرفت و جایگاه آقای خامنه‌ای رو در جماران مثلا ویران کرد، یا بنای برخی از مسجدهای بزرگ ایران رو از بین برد. نه، اینها بخشی از تاریخ ماست و باید اونها رو حفظ کرد. حالا اگر کسی بخواد جای رو به موزه تبدیل کنه، کتابخانه بسازه، اینا همش درسته، ولی ویرانگری کار درستی نیست و این کاری است که در فرهنگ ما وجود داشته و وجود داره و امیدوارم که در نسل‌های تازه و آینده از میان برود و ما این سرمایه ها رو حفظ کنیم. اشاره کردم این دو شاید به هم مربوط نباشه، نامربوط هم نیست. ما دوره تاریخی داریم به نام قاجار، یه دوره تاریخی داریم به نام پهلوی و
و این دوره تاریخی هم که امروز در زندگی میکنیم دوران جمهوری اسلامی است که امیدوارم تاریخی بشود، یعنی ما از اون بگذریم هر چه زودتر. این دوران ها رو باید بررسی کرد و پاره از ارزش های اون رو حفظ کرد، حتی اگر هم خوشایند ما نیست، حتی اگر هم به یاد آورنده دردهای ماست. یعنی نگاه کنید الان در آشویتس و دیگر داخاو و دیگر کشتارگاه های یهودیان در دوران آلمان نازی، اینها رو نه تنها حفظ کردن بلکه هر سال توریست ها از اونها بازدید بکنند و باید هم بکنند. یعنی باید این نمونه ها رو به یاد مردم آورد. من چندی پیش به یکی از شهرهای جنوب آمریکا سفر کرده بودم، جنوب شرقی آمریکا، و یک بازارچه بزرگی سرپوشیده وجود داشت، ولی در سردر اون نوشته بودن که این بیشتر بازار برده فروشی بوده و امروز بازار جنس است. تابلو میفروختن، درست کنم مواد غذایی میفروختن، حجره حجره، ولی اینها حجره های فروش بردگان بوده و این رو حفظ کردن، ویران نکردن و درست هم همینه. بر روی از این بگذاریم، این پاسخ من بود به این گروه از هممیهنان در مورد موضوع آنچه که به نام جنازه رضا شاه شناخته شده. و اما آنچه که میخواستم و میخواهم امروز با شما در میان بگذارم، انگیزه من در پرداختن به این موضوع سخنانی است که در چند هفته گذشته از زبان رهبر جمهوری اسلامی و سپس آقای محمد یزدی خارج شده. آقای خامنه‌ای اشاره کردند که برخی از آقایان، البته منظورشون آخوندهای نزدیک به خودشون هستند، اصرار دارند که باید علما، روحانیان به کارهای غیر سیاسی برای ارشاد مردم بپردازند و نقد کردن از این آدم ها. میگویند که اینها میخوان نظام، رابطه روحانیت رو با نظام به هم بزنند، در حالی که ماندگاری روحانیت و نظام با هم در هم تنیده شده و باید چنین باشه. آقای یزدی این موضوع رو خیلی برجسته تر مطرح کرده، یعنی خیلی روشن توضیح داده، گفته بله در میان برخی از روحانیان سرشناس این ایده وجود داره که روحانیان باید به دوران پیش از انقلاب، یعنی به دوران شاه بازگردند، دورانی که بیشتر به کارهای حوزه‌ای می‌پرداختند، طلبه ها رو درس می‌دادند، آخوند پرورش می‌دادند، منبر و مسجد می‌رفتند و اونهایی که توانایی هم داشتن و رابطه‌ای داشتن به رادیو می‌آمدن، در رادیو سخن می‌گفتند و چیزهایی از این دست. و این خیلی پایه گرفته در میان پاره از روحانیان سرشناس ایران، یعنی آثار تخریبی پیوند دادن دین و دولت رو در ایران دیدند، زیان ناشی از این رو حتی در حوزه دین احساس میکنند، رویاوری بیشتر و بیشتر جوانان رو به ارزش ها و باورهای انتقادی به دین و حتی گسستن از دین میبینند و بسیار سراسیمه و نگران هستند نسبت به آینده. این روز، از این روز که میگویند شاید درست نبوده که ما دین و دولت رو با هم درآمیختیم و باید این حساب رو شاید جدا کنیم. سخن درستی هم هست. شاید دیر شده برای اینکه بتوان جایگاه روحانیت شیعه رو در ایران به شکل گذشته حفظ کرد، چون ضربه‌ای که این پیوستن دین و دولت هم به ساختار دولت و زندگی اقتصادی و اجتماعی و همه چیز ایران زده، ضربه‌ای هم به خود روحانیت و دین زده که به این امروز می‌پردازم. این آمیزش دین و دولت در ایران تا چه اندازه تازگی داره؟ چون می‌دانیم در دوره صفوی هم ما با یک نوع آمیزش دین و دولت نه به این صورت روبرو بودیم. اجازه بدهید که شما رو در یک گفتار کوتاه به یک سفر تاریخی ببرم. نخستین حوزه درسی دینی در دنیای شیعی در میانه سده پنجم در نجف شکل گرفت. البته نخست این در پایان سده چهارم در بغداد مدرسه های دینی
حوزه های دینی شیعی وجود داشت که سپس برخی از کسانی که دشمنی با این گروه داشتند به ویران کردن و حتی آتش زدن بخش شینشین بغداد پرداختند. جنگ و جدال های چند ده ساله‌ای که در اون دوران در گرفته بود و بخش شینشین بغداد رو به آتش کشیدند و اینها به نجف رفتند و در نجف حوزه های درسی به وجود آمد که به اینها بعدها می گفتن حوزه های علمیه. در ایران در یکی دو شهر این نوع پایگاه های آموزشی دینی وجود داشت. شیعیگری در ایران برخلاف آنچه که می گویند بسیار گسترده نبود. بیشتر مراکز درسی دینی با آموزش های اهل سنت پیوند داشت. دو شهر بزرگی که دست کم می دانیم هم در دوره سلجوقی و سپس در دوره مغول و به ویژه در دوره تیموری خیلی برجسته شدند در زمینه آموزش های دینی، هرات و شیراز، هر دو از کانون های روحانیان اهل سنت بودند نه روحانیان شیعی. البته روحانیان شیعی هم در شهرهای نزدیک به اونجاها درس میدادند یا زندگی میکردند. مثلا نیشابور تا اونجایی که میدانیم یا مشهد از پایگاه های شیعیان بود، ولی هرات که خیلی رونق بیشتری در اون دوران داشت و پایگاه تیموریان بود و اونها از به راستی شیفتگان زبان و فارسی و فرهنگ ایران بودند، با اینکه با خشونت وارد ایران شده بودند در دوران نیای اونها یعنی تیمور، ولی خود اونها یعنی فرزند تیمور و نوادگانش از پشتیبانان و پرورش دهندگان فرهنگ و فرهنگ ایران و زبان فارسی، خوشنویسی و شاهنامه معروف بایسنقوری. در این دوران تا حدود زیادی مدرسه های دینی در چند شهر ایران آزاد بود، ولی مدرسه دینی شیعی به راستی وجود نمی داشت. حتی تاریخ نویسان بسیار هوادار دولت صفوی هنگامی که به این دوره می پردازن، به آغاز دوره صفوی می پردازن، هنگامی که شاه اسماعیل اول در 14 سالگی بر تبریز چیره شد و آیین دینی آیین مذهبی شیعه 12 امامی رو مذهب رسمی ایران کرد و به کشتن اهل سنت پرداخت تا اونها پذیرای این آیین باشند، هنگامی که به نوشتارهای این پژوهشگران و نویسندگان و حتی تذکره نویسان هوادار دوره صفوی نگاه میکنیم، اونها نام بیش از شاید 5 تن روحانی برجسته شیعی مذهب دوران پیش از صفوی رو، یعنی در آغاز چیرگی شاه اسماعیل صفوی رو، نمیتوانند بیش از 5-6 نفر رو ردیف کنند. گویا مدرسه دینی یا حوزه دینی برجسته شیعی هم در اون هنگام در ایران جز گویا در کاشان وجود نمی داشت. اینها رو هم با قاطعیت نمی توانیم بگوییم، ولی مدرسه های دینی اهل سنت یعنی حوزه های پرورش طلاب علوم دینی اهل سنت در گوش و کنار ایران فراوان بوده. خود تبریز هم یکی از این پایگاه هاست، پایگاه های خیلی برجسته نیست، ولی به هر روی در تبریز هم روحانیان شیعی، روحانیان اهل سنت مدرسه های دینی داشتند. بیشتر مدرسه های دینی طلب پرور شیعی در بیرون از خاک سیاسی ایران بوده، یعنی در نجف، در لبنان، در جبل عامل و در بحرین. بحرین هم منظورم در احساس، در منطقه شینشین عربستان و از جمله در همین جزیره بحرین. و به همین دلیل هم در دوران شاه اسماعیل اول از یکی از روح از چند روحانی برجسته دعوت شد و اینها به ایران آمدند و در واقع پایه‌گذار آموزش دینی شیعی همین کسانی بودند که در یکی از نوشتارهای تاریخی نام نزدیک به 150 نفر از اونها رو آوردند که اینها از لبنان، از نجف و از بیش از لبنان، از نجف و از بحرین به ایران آمدند و برخی از اونها بسیار معروف شدند و در
بلندترین جایگاه های دولتی قرار گرفتن. اما نگامی که ما به میانه دوره صفوی میرسیم که دیگر آیین شیعی در ایران رسمی شده و چیره است و پادشاه پایبند آیین شیعی است، خب میدانید که شاه طهماسب صفوی یکی از طولانی ترین پادشاهی ها رو در تاریخ ایران کرده، نزدیک به 60 سال یا شاید اندکی بیش از 60 سال، و بسیار هم آدم پیورز و متعصبی نسبت به دینش بوده. در این دوران خیلی بها دادن، برجسته کردن جایگاه روحانیان رو و مقامات دینی در ایران به وجود آمد که بلند پایه ترین اونها صدر بود، بعد ملاباشی نام گرفت، شیخ الاسلام ها در شهرها، شیخ الاسلام پایتخت اونها رو هدایت میکرد و این شیخ الاسلام ها پس از نماینده دولت، حاکم دولتی در اونجا، بگلربیگی یا حاکم دولتی، در واقع میتوان گفت شریک قدرت بودند. ولی واقعیت این است که در دوران صفوی هم در اوج قدرت روحانیان، حتی در دوران شاه سلطان حسین صفوی که بسیار ناتوان و در دست آخوندهای مانند مجلسی بود، هنوز دولت بود که کشور رو اداره می کرد، نه روحانیان. روحانیان دارای جایگاه بسیار بسیار بلندی بودند و این جایگاه بلند به ویژه در پایان دوران صفوی به یک نوع چیرگی بر ساختار سیاسی اصفهان انجام میده بود. اما همچنان میتوان گفت که ما با یکی شدن دین و دولت در ایران در دوران صفوی هم حتی روبرو نبودیم. شاه عباس که یکی از تواناترین و شاید تواناترین پادشاه دوران صفوی است و به راستی ویرانی های نیمه نخست دوره صفوی رو بهش پایان داد و کشور در دوران او رونقی پیدا کرد، دستیاری داشت یا روحانی بسیار نزدیکی داشت که یکی از نخستین نویسندگان یک کتاب، یعنی دفترچه عملیه برای روح، برای مردم، برای مسلمانان شیعی به زبان فارسی است، شیخ بهایی. و این شیخ بهایی شیخ الاسلام ایران بود، یعنی دستیار شاه عباس بود و شاه عباس او رو به عنوان رایزن و مشاور و یار نزدیک خودش برمی‌شمرد. ولی حتی در این دوران هم آدمی مانند شیخ بهایی که دارای جایگاه بسیار بلندی بود و کتاب جامع عباسی رو نوشت، او هم هنوز زیر سایه شاه و شمشیر شاه زندگی میکرد. اگرچه قزلباشان اون قدرت پیشین رو نداشتن، ولی این شاه عباس بود که کشور رو اداره میکرد و نمایندگان سیاسی او بودند که کشور رو اداره میکردند و نه ملایان. ملایان نقش بسیار بسیار برجسته‌ای داشتند. این دوره قاجار است که رفته رفته با ناتوان شدن دولت مرکزی و پیدا شدن سر و کله نمایندگان دولت‌های بزرگ خارجی که البته از دوران صفوی آغاز شده بود، ولی به ویژه رونق کار اونها در ایران، بازار ملاگری هم در ایران گرم شد و خیلی ها به این نتیجه رسیدند که برای اینکه بتوانند به جایی برسند باید فرزندان خودشون رو بفرستند درس ملایی بخوانند. یعنی که در اون دوران چه برای باسواد شدن چه برای ملا شدن میرفتند به اول مکتب خانه و حوزه هایی که در مسجدها در ایران وجود می داشت در شهرهای مختلف، و اگر هم حوزه‌ای وجود می داشت به اونجا می رفتن، حوزه پرورش طلبه دینی، و سپس هم شاید روانه نجف و کربلا و کاظمین و شهرهای از این دست می شدن. و بازار روحانیان در ایران رونق گرفت، شمار طلاب علوم دینی افزایش پیدا کرد. این جایگاه ویژه روحانیان در دوره پایانی قاجار تا به جایی است که ما هنگامی که به این جنب و جوش مشروطه خواهی میرسیم، در هر دو سوی مشروطه، چه در هواداری از مشروطه چه در دشمنی با مشروطه، روحانیان سرشناس ایستادند، چه اونهایی که از مشروطه پشتیبانی میکنن، حتی کتاب و رساله در پشتیبانی از اون مینویسن، و چه کسانی که در دشمنی از مشروطه رساله و کتاب و مطلب مینویسند. در هر دو سو روحانیان شیعی در ایران دو پاره شدند، گروهی مشروع خواه و گروهی مشروط خواه شدن. البته برداشت اون روحانیون مشروط خواه هم برداشت سکولارهای ایران از مشروط خواهی نبود، ولی به هر روی
هوادار ساختن مجلس و قدرت مجلس بودند. حتی در مجلس های اول و دوم و سوم شمار بسیار زیادی از نمایندگان مجلس مهمم بودند، عمامه به سر داشتند. مجلس اول که روشن است، دو سید معروف یعنی طباطبایی و بهبهانی اصلا چیرگی ویژه‌ای بر مجلس داشتند. حتی آدمی مانند تقی‌زاده هم با رخت به کنار نهاده شد. اما انقلاب مشروطه یک ضربه‌ای به پیکر روحانیت شیعه زد، هم به دلیل اینکه یک ساختار نوینی رو در جامعه ایران بنا نهاد که ساختار مجلس و قانون بود، و این ساختار مجلس و قانون دیگه زیر دست روحانیون و زیر کنترل روحانیون نبود، و دو دیگر این دو شقه شدن، دو تکه شدن، دو پاره شدن روحانیت و شکست گروهی که مشروع خواه بود، ضربه‌ای به حیثیت و توانایی روحانیان در ایران زد. اون قدرتی رو که بیشتر کسانی مانند ملا علی کنی در دوران ناصرالدین شاه داشتند، دیگه در دوران پس از مشروطه نداشتند. دوران رضا شاه هم این کار رو به پایان رساند. یعنی رضا شاه اگرچه شخصا آدم مذهبی بود و در آغاز کار سر سازگاری با روحانیان رو گذارده بود و با آقای حائری پایگزار حوزه علمیه قم همکاری هایی داشت، رفت و آمد داشت، احترام برای او قائل بود، او هم در کار رضا شاه دخالت نمی کرد، ولی رفته رفته با گسترش چیرگی ساختارهای دولتی بر نهادهای پیشتر مذهبی، محدود کردن قدرت روحانیان، گرفتن بسیاری از مدارس مذهبی از اونها و تبدیل کردن اونها به مدارس دولتی، اجبار در دادن امتحان برای گرفتن رخت دینی، محدود کردن شرکت در کلاس‌های یا همین کلاس‌های درس طلبگی، همه اینها قدرت روحانیت رو در ایران بسیار ناتوان کرده بود. ما هنگامی که به پایان دوره رضا شاه می‌رسیم، شمار طلاب علوم دینی در سرتاسر ایران که به ویژه در قم متمرکز بودند از 400 نفر بیشتر نیست. شمار بسیار اندکی است. حتی برخی میگویند شاید 200-250 نفر طلبه علوم دینی در ایران در پایان دوره رضا شاه بیشتر نبوده. شمار مسجدها زیاد بوده، اما این مسجدها رونقی که در دوران قاجار مثلا داشتند، اون رونق رو دیگه نداشتند. یک کاری رو هم در این دوران زنده یاد فروغی کرد که خیلی ضربه زد به رونق مسجدها، و او آمد و به شهربانی ها در همه شهرها دستور داد، به شهربانی، که شهربانی در هر شهری دو مسجد رو به عنوان مسجد عزاداری تعیین کنه و همه عزاداری ها و برنامه های مذهبی تنها در این دو مسجد میتونه باشه، بیشتر از 3 ساعت هم نمیتونه باشه، و سیگار و قلیون هم نمیتوان استفاده کرد، چای و شیرینی هم در اونجا نمیتوان داد. یعنی این برنامه را از رونق انداخت و خب کار جالبی بود، گفت بروید و عزاداری بکنید و بیایید بیرون. خب به هر روی این دوران به پایان رسید و دوره باز شدن جامعه پس از شهریور 20 آغاز شد و رفته رفته بار دیگر مسجدها و حوزه های درسی شیعی در ایران رونق گرفت. نه رونق دوران صفوی، ولی به هر روی رونق گرفت و شمار طلاب علوم دینی در ایران افزایش یافت، به ویژه به دلیل رابطه‌ای که میان شاه و بروجردی وجود داشت و امتیازی که یکدیگر می‌دادند، به ویژه پس از 28 مرداد و اون تلگراف معروف بروجردی که پس از برکناری مصدق شادباش گفته بود به محمد رضا شاه در روم، و در واقع خود یعنی دستگاه روحانیت رو با سرنوشت محمد رضا شاه پیوند داده بود، یه رابطه رو ایجاد کرد که هزینه هایی هم از سوی دولت، از سوی نخست وزیری و سپس سازمان امنیت برای پشتیبانی و جلب حمایت بسیاری از روحانیان خرج می شد. روی هم رفته در این دوران هم شمار روحانیانی که هوادار دخالت آشکار در سیاست بودند بسیار اندک بود.
در جریان جنب و جوشی که در قم در گرفت، آیت الله خمینی و گروهی از طلاب رادیکال که بازماندگان جریان فدایان اسلام بودند، اینها در واقع یک پرخاشی را آغاز کردند و سرانجام ماجرای 15 خرداد معروف در شهرهای مختلف تهران و شهرهای دیگر ایران روی داد. دورانی بود که این درگیری میان این دو جناح روحانیان در ایران خیلی آشکار شد، یعنی بدنه روحانیت شیعی در ایران، بدنه مراجع شیعی در ایران همچنان بر اندیشه دوره آقای حائری یزدی یا دوره آستابالحسن اصفهانی یا دوره آقای بروجردی باقی ماندند که مداخله اونها در سیاست باید بیشتر جنبه اندرز و سفارش داشته باشه، ولی دخالت آشکار نکنن، حتی پرهیز داشتن از اینکه کسی رو با رخت دینی برای نمایندگی مجلس بفرستن. از این کارها خودشون رو کنار نگه می داشتن، درایت هم در این کار بود، درست هم بود. خب دیدگاه آیت الله خمینی چیره شد، انقلاب 57 در گرفت و 40 سال گذشته ما شاهد یکی شدن ساختار دین و دولت هستیم. یعنی امروز که به تاریخ 40 سال گذشته ایران نگاه میکنید، میبینید که بر هر گوشه از این ساختار فرمان روایی در ایران یا آخوند نشسته یا آخوند کلاهی، یعنی اونهایی که بر روی مثل آخوند هستن ولی رخت دینی برتن ندارن، ولی همون رفتار آخوندی رو دارن، یعنی روی هم رفته کشور در دست آخوند هاست و در بلندترین جایگاه هم آقای خامنه نشسته و رئیس قوه قضایی هم باید یک مجتهد شیعی باشه، شورای نگهبان و دیگر شوراها و همه اینهایی هم که عملا اداره امور قضایی و حقوقی و قانونگذاری کشور رو و حتی شرکت در انتخابات رو در دست دارن، اینا همه آخوند هستن. یعنی ما با پدیده‌ای روبرو هستیم امروز که برای نخستین بار در تاریخ ایران، حتی در دوره صفوی هم روی نداد، روحانیت کشور رو اداره میکنه، دین و دولت یکی شدند و این پرخاش تازه برخی از این مراجع و روحانیان برجسته در این زمین است، دریافتند که اشتباه کردند. ببینید اینها با سهم امام زندگی میکردند، پول دستگردان شده بازرگانان اونها رو به زندگیشون رونق میداد. امروز بودجه مدرسه های دینی در ایران بیش از 3 میلیارد دلار در سال از بودجه دولت به اونها داده میشه، جدا از پول های دیگری که نهادهای دینی مانند بنیادهای دینی آستان قدس و دیگر بنیادها در دست دارند. از بودجه دولت نزدیک به 3 میلیارد دلار در سال سهمیه پرورش طلب است. در پایان دوره محمد رضا شاه شمار طلاب علوم دینی در ایران حدود 35,000 نفر بود، 35 تا شاید 40,000 نفر، آمار درستی در دست نداریم. بر پایه آمارهایی که امروز خود حکومتیان میدهند، شمار طلاب علوم دینی بین 150 تا 200 هزار نفر است. البته جمعیت ایران هم افزایش پیدا کرده، اما این تنها شمار افزایش شمار اونها نیست، بلکه جایگاه اونها هم بسیار جایگاه برجسته است. یعنی اونها توانستن به یاری ساختار دولتی که در دست آخوند هاست، این شما این طلاب علوم دینی جایگاه خیلی خیلی برجسته تری از این همه دانش آموخته دانشگاهی دارند. شمار طلاب علوم دینی کمتر از شاید 8% 9% مجموعی دانشگاهیان و دانش آموزان در ایران هست، اما نفوذ اونها به دلیل اینکه با دولت با قدرت پیوند دارن بسیار بسیار زیاد هست. این دستگاه آخوند پروری است و این دستگاه آخوندهای دوره آینده رو در واقع پرورش میده و این نفوذ حتی به حوزه دانشگاهی هم کشیده، یعنی رشته هایی رو دوره تخصصی براش گذاشتن، فوق لیسانس میدن که این رشته ها اصلا ربطی به علوم مدرن نداره، همش مربوط به علوم مسجدی است. یعنی علوم هم که نه، کارهای مسجدی است،
ولی به هر روی این یکی شدن دین و دولت، این قدرت گرفتن روحانیت شیعی در ایران، ویرانی ساختار سنتی روحانیت شیعه رو هم به دنبال داشته. یعنی این 40 سال گذشته هزینه‌ای که ما در این راه راستا در این رابطه دادیم، هزینه کلانی که کشور ما داده، یک پیامد نیک هم داشته. و اون پیامد نیک به گفته کسروی، این دولتی که ما به آخوندها بدهکار بودیم، این پیامد نیک در این است که مردم ایران و حتی خیلی از آخوندها دریافتن که دین و دولت باید از هم جدا باشه. یکی کردن دین و دولت به ویرانی دولت و زیانمند شدن دین می انجامه و چنین هم شده. فساد گسترده‌ای رو در همین ساختار دین به وجود آورده، ناباوری مردم رو به خود دین افزایش داده. چون اگر سران دین اینها هستند که کشور رو میچاپند و فساد در دوران اونها به چنین جایگاهی رسیده، پس خود دین رو میتوان به پرسش کشید و این فاجعه است برای خود روحانیت شیعی. ضربه ای که در این 40 سال به کشور ما خورده اصلا در حوصله گفتگوی یک ساعته و حتی یک ساله نمی گنجه. ضربه ماندگاری است بر پیکر اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اخلاق جامعه ما. ولی در این راستا هزینه ای هم که این روحانیت شیعه متوجهش هست، هزینه ماندگاری است. ببینید، آمدن شورشیان افغان به پایتخت کشور یعنی اصفهان و ویران شدن حوزه دینی شیعی در اصفهان و رفتن اونها به عتبات و برخی به هند، یه دوره فترت به وجود آورد که تا دوره قاجار به درازا کشید و مرکز دینی شیعه رو اساساً به عتبات منتقل کرد، تا اینکه در دوران محمد رضا شاه با گزینش آقای بروجردی و ساختن پیش از اون ساخته شدن حوزه علمی قم، رفته رفته یکی دیگر از اون مراکز به قم برگشت، قم هم رونق پیدا کرد. اما در دوره کنونی واقعیت این است که با یکی شدن این دین و دولت، ضربه‌ای که بر پیکر خود این روحانیت شیعه خورده، دیگر فترت دوره فترت 30-40 ساله رو در پی نخواهد داشت. ما به پایان سیاست ایران هر گونه نقشی داشته باشه نزدیک شدیم. به داوری من با پایان جمهوری اسلامی، جامعه ایران یک درس تلخی رو هم گرفته برای همیشه که دین نه تنها باید از حوزه سیاست و زندگی اجتماعی سیاسی جدا باشه، بلکه باید محدود باشه. یعنی این حضور گسترده روحانیون در هر حوزه زندگی اجتماعی باید محدود بشه. قوانین باید قوانین مدنی باشه، قانون ارث، قانون ازدواج، همه اینها باید بر پایه قوانین مدنی و مدرن فراهم بشه. خب، ما به پایان برنامه امروز رسیدیم. من با پوزش از اینکه برنامه رو اندکی کوتاه امروز مجبور هستیم انجام بدیم، به دلیل اینکه من دیر به برنامه آمدم، برنامه رو پایان میدم. تا هفته آینده روز و روزگار بر شما خوش باد.